با درود و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تفسیر پارس، امروز در رابطه با یک جاسوس دو جانبه یا جاسوس دوزیست در جمهوری اسلامی صحبت کنیم. معمولا آدم هایی که میخواهند جاسوسی خودشون رو به شکل کامل در بیارن، به طور منتقد و کسی که انتقاد میکنه از دشمن اصلی مردم وارد میشه، مردم رو گول میزنه و به طرف خودش میکشه. این یکی از اهداف دشمنان آزادی است که به شکل‌های گوناگون نیروهای خودشون رو پخش میکنند. بعد از افشای پرونده اسدالله اسدی، تروریست دیپلمات جمهوری اسلامی در اروپا، افراد زیادی که در خارج از کشور هم بودند و جاسوس بودند و در بین قشر مبارز و کسانی که بر علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کنند و برای آزادی ایران کوشش می نمایند، رفته بودند و خودشون رو جا زده بودند و به عنوان انتقاد کننده از جمهوری اسلامی به مبارزان خیانت می کردند و اسامی اونها اعلام شد و مشخص شد چه کسانی هستند. پول می‌گرفتند، افرادی بودند که در رسانه‌های لندن کار می‌کردند و افرادی بودند که در کشورهای دیگر بودند، به اسم‌های گوناگون با اون جاسوسان همکاری می‌کردند. این جاسوسان اسمشون مشخص شد، اعلام شد و نویسنده برخیشون هم روزنامه نگار بودند که در رسانه‌های لندن و امریکا و جاهای دیگر کار می‌کردند. یکی از نکات بسیار مهمی که هست خدمتتون میگم، یکی از جاسوسان آخوندی که در ایران به عنوان منتقد جمهوری اسلامی و منتقد رهبری و خامنه‌ای است و خیلی ها به خاطر اینکه این داره انتقاد میکنه، آخوند هم است روش حساب باز میکنه و بعد ایشون از پشت به مردم خنجر میزنه، در از طرف رژیم و قسم خورده رژیم است. در پرونده اسدالله اسدی که افرادی گفتم در خارج از کشور مشخص شدند، در داخل ایران هم کسانی بودند. نام یکی از کسانی که در داخل ایران هست منتقد خامنه ای و نظام است، در برنامه های تلویزیونی و فضای مجازی فعال است، محمد رضا زائری. حالا این محمد رضا زائری کیست؟ ایشان همکار اسدالله اسدی، تروریست دیپلمات جمهوری اسلامی در اروپا بوده و ایشان از جمله کارهایی که کرده، اتومبیلی که اسدی در یکی از سفرهاش از وین به پاریس برای شناسایی محلی استفاده کرده، به اسم زائری کرایه شده. این آخوند در ظاهر منتقد و روشن فکر است، سالها در لبنان جنگ کرده و در خدمت حزب الله لبنان بوده، کمک کرده تا قشریون مذهبی، کسانی که بر ضد انسانیت، بر ضد آزادی، بر ضد کسانی که اهل تفکر هستند و برای آزادی ایران تلاش میکنند، در خدمت حزب الله و احزاب حزب الله. پدر او اسمش از عباس زائری و عضو مجلس های اول تا چهارم جمهوری اسلامی است. از بندر عباس به عنوان نماینده در مجلس های اول تا چهارم حضور داشته، بعدش هم استاندار هرمزگان شده و بعد از اون عضو دفتر بازرسی خامنه‌ای. و خود پسرش که همین محمد رضا زائری است که میاد در تلویزیون و برنامه های انتقادی سعی میکنه رگهای گردنش رو هم بیرون بزنه و مردم رو گول بزنه و فکر کنن مردم این از طرفداران آزادی است، ولی خب لباس آخوندی داره، آخوند هست. نه، این شگردشونه و از اینها زیاد هستند که از این حرکات انجام میدن. الان شما در عکس‌ها که نگاه کنید می‌بینید که با رهبر حزب الله لبنان، با خامنه‌ای و با کسان دیگر، حالا عکس‌هاش بعدها شاید در بیاد، پیدا بشه و عنوان بشه و افشا بشه. و هیچ وقت ما نباید فریب صحبت‌های قشنگ و در ظاهر قشنگ و گفتاری که انجام میدن در جهت تحکیم نظامی که بر علیه مردم هست، نظامی که بر علیه جوانان هست، جوانان مبارز و منتقد رو اعدام میکنه. مثلا شخصی مثل روح الله زم رو انتقاد میکرد، اون رو اعدام میکنن. مبارزی بود که حق و حقیقت رو گفت، اما متاسفانه کسی اون رو نشناخت و فکر کردن این هم مثل افرادی است که همین زائری هست، افرادی مثل این هاست. این افشاگری که از صحبت‌هایی که میشه جهت شناسایی
این افراد هست که در ظاهر می آیند و کنار مبارزان شروع می کنند به حرف زدن، شروع می کنند به تحلیل کردن و از رژیم هم 4 تا حرف بد هم می زنند و به دستور خود خامنه ای هم هست که این حرف ها رو بزنید و مردم رو جذب کنید و در از جاسوس دو جانبه باشید و دو گانه سوز باشید که از اینها در خارج از کشور در رسانه های ایرانی خارج از کشور هم زیاد هستند که پول میگیرن، همکاری میکنن، اسمشون هم در اومد و باید هممون هوشیار باشیم و هوشیاری به کسانی که فقط با حرف گول نخورند و سعی کنند حق و حقیقت رو از افرادی بشنوند که راستین و مبارزان حقیقی هستند. شاد و پیروز باشید.